نهمین روز بهمن ماه برابر با 29 ژانویه سال 1299 خورشیدی برابر با 1921 میلادی، جلوس ملک فیصل بر تخت پادشاهی عراق. در جریان جنگ جهانی اول، انگلیس به حسین ابن علی حاکم مکه قول داد تا در ازای قیام وی علیه امپراتوری عثمانی که متحد آلمان بود، او را به حکومت عربستان برساند. اما لندن برخلاف تعهد خود عمل کرد و سپس برای دلجویی از شریف حسین، پسرش فیصل را به پادشاهی سوریه منصوب کرد. اما فرانسه که قیومیت سوریه را بر عهده داشت، با این عمل مخالفت نمود و فیصل را از سوریه اخراج کرد. در نتیجه لندن فیصل را به پادشاهی عراق منصوب نمود و او به مدت 12 سال بر این کشور پادشاهی کرد. سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی، امضای پیمان سه جانبه بین انگلستان، شوروی و ایران در مجلس شورای ملی. پس از تجاوز نیروهای شوروی و انگلستان به ایران و نقض بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم، پیمانی سه جانبه بین ایران، انگلستان و شوروی به امضا رسید. بر اساس این پیمان، دولت وقت ایران به نخست وزیری محمد علی فروغی پذیرفت که راه‌ها و وسایل ارتباط زمینی، هوایی و دریایی خود را در اختیار متفقین قرار دهد تا آنها بتوانند با ارسال تجهیزات از طریق ایران جبهه شوروی را در برابر آلمان نازی تقویت کنند. در مقابل، دولت‌های شوروی و انگلستان تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند و متعهد شدند که حداکثر ظرف 6 ماه پس از پایان جنگ خاک ایران را ترک کنند. انگلستان و شوروی با اشغال ایران نه تنها خساراتی جبران ناپذیر به کشور وارد کردند، بلکه پس از پایان جنگ نیز برخلاف پیمان یاد شده ارتش شوروی حاضر به ترک ایران نشد. حتی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد با تأسیس دولتی در شمال غربی ایران زمینه‌های تجزیه این بخش از خاک ایران را فراهم کند، اما این توطئه با مقاومت مردم ایران، به ویژه مبارزان و آزادیخواهان آذربایجان، شکست خورد و ارتش شوروی در نهایت مجبور به ترک خاک ایران شد. سال 1392 خورشیدی برابر با 2014 میلادی، در گذشت یحیی مافی از پیشگامان آموزش و پرورش نوین در ایران و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک. یحیی مافی به همراه همسرش معصومه سهراب از جمله پیشگامان گشایش مدرسه های ملی در ایران بودند. آن دو مراکزی همچون کودکستان مهر و مجتمع آموزشی مهران را تأسیس کردند که این مدارس تا سال 1358 که به موجب مصوبه شورای انقلاب همه مدارس ملی به دولتی تبدیل شدند، به کار خود ادامه دادند. آنها سپس به گروهی از کارشناسان ادبیات کودکان و آموزش و پرورش کودکان و هنرمندان که دغدغه رشد ادبیات کودکان ایران را داشتند پیوستند و شورای کتاب کودک ایران را بنیان نهادند، نهادی که مافی تا پایان عمر خود را وقف آن نمود.